خب اینم کی اومد؟ کامبر بچ شدت هست؟ الو بگو. سلام صدا یه چیزی بگو. بله صدا تو داریم، بفرمایید. حالتون خوبه؟ بله بله خیلی ممنون. فقط میشه بگید که من چقدر میتونم وقت داشته باشم در مورد یه موضوعی صحبت کنم؟ الان فقط آریا منتظره بعد از تو، اگه بتونی 5 دقیقه بگی عالی میشه. اگه آریا رفت میگم که بیشتر وقت داری. بله، در مورد آیه 34 سوره نساء میخواستم یه سری مطالبی رو بگم. فکر کنم خیلی روش بس کردید، شاید براتون جالب نباشه. حالا در برای چی یه بار دیگه بگو ببخشید. آیه 34 سوره نساء. بفهمید. بله بله بله. من اون برنامه که توی کلاب هاوس داشتید و از طریق همین یوتیوب که توی یوتیوب بار گذار کرده بودن اونو دیدم کاملش، و احتمالاً یه چیزی حدود 10 ساعت بود و نظرات همه رو گوش دادم و اومدم تحلیلشون کردم. اولین رو بگم که یه آشنایی با زبان عربی من دارم، حالا متخصص زبان عربی نیستم ولی آشنایی که در حد قرآن باشه رو دارم و میخواستم یه سری نکات جدیدی در مورد این آیه بگم. متاسفانه دوستان معمولاً آشنایی خوبی ندارن با زبان عربی و مخصوصاً زبان قرآن. حالا زبان قرآن که نمیشه دقیقاً گفت زبان عربی، یکم تفاوت داره. عربی کلاسیکال عربی یکم کلن تفاوت داره. مثلا حتی توی قرآن شما کلمه ترکی هم میتونید پیدا کنید، شاید این جالب باشه براتون، یک کلمه‌ای که از ریشه زبان ترکی باشه هم میتونید پیدا بکنید و یکمی با عربی کلن سیاقش متفاوته. سیریکه از زبان اصلی. بله درست. بله، ولی چون خب به همون دلایلی که خودتون میدونی طول تاریخ کلمات دیگه هم بهش اضافه شده. حتی من یک کلمه ای که ریشش برمیگشت به زبان ترکی هم دیدم. حالا بماند. بگید در برای آیه بگید. بله بله، اول از اول تا آخرش من یه ریویو برم. میگه که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن. حالا تا اینجا تا وسط آیه. خب اول آیه میگه که الرجال قوامون علی النساء. این خودش یه نکته ای هست. وقتی که میگه الرجال قوامون علی النساء یعنی داره میگه که سرپرستی زنان، چه در مورد مسائل زناشوییشون چه در مورد مسائل شخصیشون، بر عهده مرده. و این قوام که بر وزن فعال هست بسیار تأکید کننده است، یعنی داره میگه یک چیزی، یک فعلی به شدت انجام شونده است. یعنی میگه به شدت سرپرستیه تک تک امور زنانه، فارغ از اینکه مربوط بشه به محیط خانه و اداره خانه یا اینکه مسائل شخصیشون باشه، سرپرستشون مرد هست. و از تفسیر نور که یه تفسیر کاملیه نسبتاً برای مسلمان ها، یه توجیهی نوشته بود در یک اجتماع دو نفری هم یکی باید مسئول و سرپرست باشه. اما این غلطه، این یک مغلطه است، چون این آیه نمیگه که الرجال و قوامون علا ازواجهم. اگه میگفت علا ازواجهم معنیش این میشد که بر اون روابطی که دارن یکی سرپرسته و اون مرد هست. اما اینجا داره میگه تک تک مسائل و این درسته، چون در فرهنگ اسلامی هم زنان ابتدا سرپرستیشون بر عهده پدرشونه و این بعدن داده میشه به شوهرشون. یعنی هیچ وقت خودشون یک زندگی مستقل و یک کرامت انسانی ندارن، از دوش یک مردی به دوش یک مرد دیگه این محول میشه. حالا از این که بگذریم، کلمه بما هست. بما داره توجیه میکنه که چرا چنین حکمی رو ما داریم صادر میکنیم. میگه به دلیل آنکه فضل الله بعضهم علی بعض، به دلیل آنکه بر برخی بر دیگری برتری داده. منظورش اینه که مردان بر زنان برترن. این رو هیچ گونه نمیشه ماسمالی کرد. یک دلیل دیگه هم میاره و به ما و دوباره به دلیل اینکه انفقوا من اموالهم، به دلیل آنکه از مالشان به آنها نفقه میدن. یعنی داره دو تا دلیل میاره که مردان چرا سرپرستن. اول میگه سرپرستن، بعد میگه چرا سرپرستن. یک، به خاطر اینکه مردان از زنان برترن.
دو به دلیل اینکه دارن پولشون رو میدن و فکر نمی‌کنم این هیچ جای دنیا در هیچ مکتب فکری یک چیزی باشه که تاکید بکنه به حقوق زنان، حقوق انسان‌ها. فکر نمی‌کنم این مطابقت داشته باشه با کرامت انسان. اینایی که خیلی از کرامت انسان رو زندم میزنن الان بیان اینو توضیح بدن، این دلیلی که اینجا آورده چرا چنین دلیلی آورده. و از ف استفاده میکنه، فسالهاتو، ف یعنی حالا از این گذشتیم وارد یه مرحله جدیدی میشیم، فسالهاتو قانتاتون، میگه زنان شایسته زنانی هستن که فرمان بردارن. مثلا این یعنی چی؟ حافظاتون للغیب، میگه زنان شایسته یک فرمان بردارن، دو حافظاتون للغیب هستن، یعنی بر یک سری اسرار شوهرشون حافظ و محافظ هستن، یعنی اونا رو لو نمیدن، بیرون از خونه بیان نمیکنن. دلیلش هم دوباره میگه چرا باید حافظات باشن، به ما حفظ الله، که این خب بازم یه از چی میگن ضعف متن قرآن هست دوباره، که واقعا گنگ دوباره. حالا اومدن تفسیرش کردن گفتن به ما حفظ الله منظورش اینه که در همونطور که خدا حقوق زن رو در سایه تکالیفی که بر مرد نهاده، حالا به زعم خودشون، زن هم باید اسرار شوهر رو پنهان بکنه. و لاتی تخافون، از اینجا شروع میشه موضوع اصلی. تا اینجاشو هیچکی نمیتونه به نظر من ماسمالی بکنه. بعد از این رو شاید بیان معنی ضربوهنه رو عوض بکنن، یه چیزی به ضربوهنه اضافه بکنن، بیان بگن با چوب میشه. اونم نمیشه ماسمالی کرد خیلی. نمیگم تا اینجاش رو به هیچ وجه نمیشه ماسمالی کرد. زیاد هم بهش توجه نمیکنن تا این قسمت. بقیه‌اش هم نمیشه ماسمالی کرد. ولی خب بفرمایید. سریعتر بگین چون آریا منتظره. بفرمایید. بله. چش الان تمام میکنم. میگه ولاتی هر زمان که تخافونه نشوزهنه. ببینید دوستای ما متاسفانه وقتی دارن تو کلاب هاوس بحث میکنن اصلا دقت نمیکنن که چه گفته. اینجا نگفته شده وقتی که زن ناشزه شود، اینجا گفته زمانی که تخافون نشوزهنه، از نشوز آنها بیم داشته باشید. نمیگه که زمانی که ولاتی نشوزهنه. اگر چنین چیزی میگفت ما میومدیم میگفتیم خب، میگه وقتی که نشوزهنه چه اتفاقی قراره بیفته؟ خب فعزوهن وهجروهن فی المزاجع وضربوهن. میومدیم سه مرحله میکردیم میگفتیم یک زمانی که نشوز کردن، یک اونها رو موعظه کنید، دو در از بستر آنها از هم بستر شدن آنها دوری کنید، سه آنها را حالا بزنید یا با چوب مسواک یا نوازش هر چی، حالا با مغالطه اونها هر چیزی. اما اصلا همچین چیزی گفته نشده که ما بگیم یک موعظه کنید، دو چی چی چی، نه اصلا نگفته اینو. وقتی که هنوز نشوزی اتفاق نیفتاده، آقای آرمین شما خودت بگو زمانی که هنوز زن ناشزه نشده، خب اینو میتونیم ما بیایم تعمیمش بدیم به زمانی که حالا توی قوانینم آوردن زمانی که زن ناشزه شد این کار رو انجام بدیم؟ نه، هنوز زن ناشزه نشده، مثلا یه گرایی داده، یه سیگنالی فرستاده، یه سردی در روابطشون به وجود اومده، داره میگه که یه همچین چیزی اگه دیدی این سه تا کار رو میتونی انجام بدی. هیچ وقتم اولویت نداده بگه که اول فعزوهنه. کجا همچین چیزی نوشته که اول موعظه کن بعد هم بستر نشو بعد بزن؟ همچین چیزی نگفته، گفته این سه تا راهیه که پیش روی توه، هنوز هم ناشزه نشده، وای به خب اون که ناشزه بشه. حد ولی خب ناشزه میگی، ببین خب ولی حتی اگه اولویت هم داده بود و حتی اگه بگیم که ناشزه میشه چی؟ نیه منیشه، یعنی مثلا خیانت بکنه منیشه نه؟ یا اینکه اینجا از کلمه نوشوز که استفاده کرده میان معنیشو میذارن تو سایت اسلامی، اینو حتما برید ببینید چون میان بعدا مغالطه میکنن. فقط از کلمه نوشوز و ناشزه استفاده کنید. خیلی خب، ببین من میگم که هم من منظورم اینه که حتی اگه اولویت هم داده بود یک دو سه کرده بود و حتی اگه اون این زن اون کارو انجام داده بود، یعنی بیشتر از فقط سیگنال بود، اون موقع هم این آیه خیلی وحشتناکه. یعنی حتی اگه حرف اونا هم درست باشه، حتی اگه بگیم که نه خب یه اولویت قرار داده شده و میگن نه این فقط برای موقع سیگنال، البته خیلی واضحه قبول دارم که داره میگه که موقعی که اصلا نگرانی که این مثلا یه اتفاق بعدی ممکنه بیفته، یعنی لازم نیست اصلا منتظر باشه که این خانم نافرمانی بکنه. یعنی شما فقط باید کافیه بر اساس این آیه قرآن میگه که فقط باید کافی که نگران این باشی که بتونی این کار رو انجام بدی. ولی حتی اگه اینم نگفته بود، پس از زدن زن حتی اگه مرحله سوم هم باشه، حتی اگه کار بدی هم کرده باشه، پس از زدن همسرت اصلا اصلا عجیبه که اصلا دارن از این دفاع میکنن، میدونی؟ خیلی من آخه من مواجه شدم با یه سری از دوستانی، آقای لطفی نامی بودن مثل اینکه خب داشتن میگفتن که
اینو مقایسه میکردم با قوانین ایران. اولا اصلا نباید با قوانین ایران اینو مقایسه کرد. قوانین ایران 100% مطابق با چیزی که توی قرآن نوشته شده نیست. یعنی فکر میکنم یه نوعی از مغلطه است که میان در مورد قوانین ایران صحبت میکنن، نتیجه رو میدن به آیه. این که در مورد آیه صحبت نمیشه. بعد میان حدیث هم قاطیش میکنن که اصلا حدیث نمیدونم چقدر دارای وجاهته، چقدر میشه به حدیث رجوع کرد. یا میان یه آیه متقابل با این میارن، یعنی میگن که اینجا پس چرا گفته از حقوق زنان دفاع کنید اگر این آیه این را میگوید که حقوق زنان باید نقض بشه مثلا توی دنیای امروزی، خب پس چرا اونجا اونو گفته؟ دیگه این به ما مربوط نیست که، شما مسئول این هستید که باید تناقضات خودتون رو برطرف کنید. وقتی اینجا به وضوح گفته تخافون نشوزهن فاذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن، اینجا داره میگه زمانی که گمان کردید، بیم آن داشتید یا ترسیدید که زن نشوز کند، خب این یعنی هنوز نشوز اتفاق نیفتاده دیگه. شما نمیتونید بیایید بگید که اسلام گفته زمانی که زن نشوز کرد برای بهبود مثلا روابط یا تحکیم خانواده بیای مثلا اول موعظه کنی بعد ترک بستر بکنی. نه، وقتی همچین چیزی هنوز اتفاق نیفتاده اصلا شما نمیتونید شماره بدی بگی یک موعظه، دو ترک بستر، چون اصلا اتفاق نیفتاده. متوجه منظورم میشید؟ اینو خیلی دوستان دقت نمیکنن. خیلی دوست داشتم که اینو بگم. ممنون. و بعدش میگه که اضربوهن. اینو سریع بگو چون الان دو نفر الان منتظر هستن. میگه که اضربوهن. اضربوهن یک فعل امر هست در عربی. یه فعل امر، فعل دستوریه. همونطور که مثلا توی فارسی میگیم بروید، داره امر میکنه. میگه پیشنهاد نیست. میتونی. بله بله. پیشنهاد نیست. درست. دقیقاً میگه اضربو اضربوهن فإن أتأنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. میگه که اگر دیدید اطاعت کردن دیگه بر آنها راهی سبیلی مجویید، دیگه اذیتشون نکنید. اگه این سردی رو از جانب اونها دیدید، این کارا رو کردید، دیگه بنده خداها اون سردی برطرف شد، دیگه این کارو نکنید. و اینکه ان الله كان عليا كبيرا میگه خب مرد برتری داری بر زن، ولی خدا از تو هم بزرگتره. این خدای مغرور میاد یه خط و نشونی هم برای مرد میکشه، در حالی که تو از زن برتری، من از تو هم برترم، حواستو جمع کن. و یه دونه فقط من یه سوال خودشون میگن شبهه، یه سوالی که ایجاد کرده بودن من جواب بدم بعد برم پایین، اجازه دارم؟ سریع، فقط سریع. الان سه نفر الان دیگه منتظرن، بفرمایید. یه نفر پرسیده بود توی کلاب هاست که چرا این آیه خطابش به مردانه. ببینید داره میگه اضربوهن، یعنی داره میگه مرد زن را بزن، یعنی کاملا از اون چیز عربیش، چون میدونید تو عربی ما مذکر و مثنا داریم دیگه، مثل فارسی نیست. بلده. که وقتی تو فارسی وقتی میگی بزن داریم یه چیزی رو میگی که میتونه هم شامل مرد بشه هم شامل زن بشه، ولی اینجا وقتی میگه اضربو داره به مرد میگه، هنه که میاره داره میگه مفعول زن است، یعنی باید زن را بزنی. چرا آیه نیومده خطابش هم به زنان باشه هم به مردان؟ یه دوستی اومد اینجوری گفت که اطرافیان حضرت محمد غالبا یا معمولا یا همیشه مردان بودن و آیه های قرآن در جواب به اون مردانی می اومده، به شکل پرسش و پاسخی بوده که سوالاتی از محمد می پرسیدن. اما این درست نیست. حتی این رو هم اگر بپذیریم، این آیه شأن نزول ندارد. این آیه آیه‌ای نیست که در جواب کسی نازل شده باشه. این یک حکمه، یک حکم کلیه. اگه به آیه بعدیش نگاه بکنیم، آیه 35 که در مورد شقاق صحبت میکنه، ننوشوز، اینم به نوعی مشکل در روابط زناشویی. اما برای این آیه میشه یه شأن نزولی تراشید، اما برای آیه 34 سوره نساء چه شأن نزولی میشه تراشید که بگیم در جواب به کسی صادر شده؟ چون در جواب به کسی صادر نشده و کسی اصلا اطراف محمد نبوده، این آیه خطاب به جامعه مسلمینه و وقتی خطاب به جامعه مسلمینه داره در مورد زدن زن صحبت میکنه. خیلی راحت میتونست بگه که ای زن تو هم حقوقی داری، زن مرد هم مسئولیتی داره، هیچ چیزی. حالا هم اگه بعدم برن از حدیث از هر جای دیگه، حالا در طول تاریخ هم تو جامعه مشکل پیدا بکنن، مجبور باشن یه سری چیزایی بتراشن، این آیه نگفته، این آیه ضد زنه. اگه از جای دیگه میارین مطلب میارین، لااقل قاطع این آیش نکنید. وقتی هم که میگن با چوب مسواک بزنید، از زدن این چیز کم نمیشه که. اگه این آیه ریشه الهیاتی داره، از جانب خدا اومده، باید اصولا از حقوق بشر امروزی جلوتر باشه. درست میگم؟ یا حداقل برابری بکنه با اون. وقتی که میگه بزنید،
با چوب مسواک بزنید، با تیراهن 18 بزنید، با هر چیزی بزنید، دارید میزنید. و این اصلا با کرامت انسان و انسانیت تطابقی نداره. درست، کاملا. ممنون، واقعا ممنون از این صحبتات. اینو باید، این قسمت رو باید اصلا کلیپ کرد جدا گذاشت. من برم نفر، برم دو نفر الان، امیرعلی و آریا تو منتظرم، من برم سراغ اینا. خواهش میکنم. ولی خیلی ممنون، واقعا واقعا خوب بود. واقعا اینو ما، من سعی میکنم به افشین بگم اگه میشه این قسمت رو کلیپ کنه، جدا کنه، بذاره. سپاسگزارم. ممنون، فعلا.